بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما امروز به لطف خداوند متعال جلسه قرارگاه را داشتیم. گزارشی را دوستان از مصوبات قبلی قرارگاه و ستاد ارائه کردند. ما تا به امروز در انجام مصوبات و اجرای اونها هم در ستاد ملی و هم در قرارگاه کاملا بروز هستیم. لازم من از تمام اعضای قرارگاه واقعا تشکر بکنم. گزارشی از روند بیماری در کل کشور داده شد که الحمدلله بجز خوزستان ما در بقیه استانهای کشور روند ثابت کاهشی را داریم که این نشان از زحمات و تلاش دوستان ما در وزارت بهداشت و همه دستگاه های معین و کمک اونها، استانداران و فرمانداران هستند و به ویژه رعایت، مشارکت و همکاری همه مردم. انصافا ما هر چقدر از مردممون قدردان باشیم و سپاسگزار باشیم، بازم نمیتوانیم بر حال زحمات اونها را، تلاش های اونها را، همکاری و هماهنگی اونها را واقعا جبران کنیم. بر حال مردمی که از 98 نوروز درگیر مسائل سیل شدند و مشکلاتی که ناشی از اون بود، حداقل اینه که عیدشون رو نتونستن برگزار کنن. در 99 درگیر مسائل کرونا شدند، یک سال 99 تا الان را درگیر مسائل کرونا هستند. هم رعایت، هم محدودیت ها، هم مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، واقعا هرچی میتوانیم باید از مردم تشکر کنیم، قدردان باشیم و همراهی مردم کلید موفقیت این معضل و مشکل خواهد بود. گزارش در مورد خوزستان داده شد. به لطف خداوند متعال اقدامات بسیار خوبی در خوزستان ظرف این یکی دو هفته انجام شده. ما رعایت پروتکل ها در خوزستان از 20-25% به 80% رسیده. رعایت محدودیت ها به شدت اعمال میشه و اجرا میشود، هم بین شهری هم بین استانی. مغازه‌داران عزیز ما، کاسب‌های ما، اقشار به حال تولیدی ما در خوزستان بهترین و بیشترین همکاری را دارند. تقاضاهای اونا داشتن از نظر حمایتی و از نظر دادن فرصت برای هم تقسیط و هم تسهیل شرایط به اصلاح کسبشان با توجه مشکلاتی که پیش اومده همه مورد بررسی قرار گرفت. مرزها در خوزستان کاملا بسته است. فقط ایرانی هایی که به عراق رفتن وقتی برمیگردن با شرایط خاص همه اینا تست میشن. اونایی که مثبته هدایت میشن، راهنمایی میشن به طرف بیمارستان ها و قرنطینه. اونایی که منفی هستن به خونه هاشون میرن. من خواهشم اینه که همکاری کنن با وزارت بهداشت به دنبال اون مرزها. خب وقتی بسته میشه فشار میاد تو استانهای همجوار مثل ایلام، مثل کرمانشاه، مثل کردستان. مقرر شد در این چهار استان هم محدودیت ها کاملا اعمال بشه و همین شرایط در اون استان ها هم به مرحله اجرا در بیاد. این مسئله تا دو هفته دیگه حتما ادامه خواهد داشت. ما باید تلاش کنیم که انشالله وضعیت خوزستان وضع عادی برگرده. الان میتوانیم بگوییم که اون روند رشد کاهشی بوده و امیدواریم که بریم به طرف این که از کل بیماری که در اونجا تسریع پیدا کرده روند رو ما تغییر بدیم. الحمدلله وزارت بهداشت الان روزانه حدود 12500 تا تست انجام میده که خیلی خوبه. ردیابی و رهگیری بیماران را به صورت جدی انجام میده. نیروهای مسلح اعلام آمادگی کردن همه امکانات بهداشتیشون و مراکز درمانشون در اختیار قرار بدن. ما از امروز وضعیت خوزستان را ویژه اعلام کردیم، ویژه از این منظر که همه دستگاه های عضو قرارگاه باید تمام ظرفیت ها، امکانات، فرصت ها و منابع خودشون را به طرف خوزستان سرازیر بکنن و کمک کنن که خوزستان دچار هیچ گونه کمبود و مشکلی در حوزه اکسیژن، اکسیژن ساز و تمام تجهیزات و امکاناتی که لازمه در بیمارستان نباشه. حتی اونجا دستور صادر شد که در صورت لازم ما بتوانیم در ایجاد و احداث بیمارستان ها و آماده کردن اونها هم به هر حال اولویت خاصی رو قائل بشیم.
همچنین امروز مصوب شد با توجه به نزدیکی نوروز، به هر حال بسیج و طرح محل محور شهید قاسم سلیمانی یک مانور دو هفته‌ای در سراسر کشور داشته باشن که بیش از 1,500,000 حتما تست خواهند داشت و باز اولویت این مانور هم قرار شد که در خوزستان باشه. ارتباط مستقیمی با دوستانمون در خوزستان داشتیم، هم مسئول بازار هم رئیس علوم پزشکی، استاندار محترم اینجا حضور داشتن و فرمانداران، و کلن مسائل خوزستان بررسی شد و تصمیمات بسیار خوبی رو ما امروز گرفتیم. امیدواریم با مجموعه تصمیماتی که قرارگاه گرفته و پیگیری هایی که به عمل خواهد آورد، ما به زودی شاهد توفیق در خوزستان باشیم و مردم عزیز خوزستان را که واقعا مردم خوزستان را ما بهشون مدیون هستیم، دین ما به مردم خوزستان با هر نوع فعالیت و کار و اقدامی که بکنیم واقعا قابل جبران نیست. حداقل در این 3 سال گذشته یاد همه عزیزان هست که ما به هر حال سیل بسیار بزرگی در خوزستان داشتیم که آثار اون سیل تا 6 ماه در خوزستان باقی بود. تمام زمین‌های کشاورزی زیر سیل رفت، خونه‌ها آسیب دید و در اون سال نوروز هیچ مسافرتی به خوزستان انجام نشد. در اصطلاح سال 99 هم با توجه به وضعیت کرونا بازم در اونجا بازار نتونست کار کنه، باز هم مسافرت ها کاهش پیدا کرد و در این 1 سال هم مواجه با چنین چیزی بودیم. علی‌ایال امیدواریم با کمک مردم خوب، کسبه خوب و همه مسئولین و استان و مسئولین سطح ملی بتوانیم به زودی انشاءالله روند را در اونجا به مرحله عادی و مرحله انشاءالله تضمینی و ایمنی لازم از سلامتی برسونیم. تشکر میکنم.